سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و گل، وقتتون کلی بخیر باشه. ساعت 12 شب هستش، 11:59 دقیقه روز شنبه که این ویدیو یک شنبه در اختیارتون قرار میگیره. یه خبر بدی که دارم، یا یه خبر آنچنان خوبی شاید نباشه، برای بعضی یا خوبه برای بعضی یا خوب نیست، هم برای کسایی که سراسری هستن هم برای کسایی که فرهنگیانن. پس لطفاً تا آخر ویدیو رو ببینید. من مثلا یهو میبینی دقیقه 2.5 تا 3 به شدت یه سری نکته های مهم رو برای سراسری ها میگم که اگه گوش کنی حس و حالت ممکنه کلا عوض بشه، پس لطفا با من باش. 1. مورد اول، یه دفترچه کنکور میاد دیماه برای فرهنگیانی ها، کسی که فرهنگیان نوشتن، مشخص میکنه که تو آیا شهرتون پذیرش داره یا نه، ظرفیت داره یا نه. یعنی فرض کن یکی از تابستون شروع کرده، میاد نگاه میکنه، خدای نکرده میبینه ای دل غافل، فرهنگیان هیچ چی نیست توی شهرمون، هیچ چی نیست. و اینم بهتون بگم، انتخاب رشته فرهنگیانتون رو یه موقع ندید به چیز، در واقع دست مشاورا، اصلا خودتون بزنید. 2-3 تا کد رشته بیشتر نمیتونی بزنید، 2-3 تا از استان، ببخشید از شهرستان خودت نمیتونی خارج از شهرستان بزنی. مثلا یهو بری تبریز رو بزنی، یهو کرمان رو بزنی، بعد مثلا خودت همدانی، اصلا نمیشه. و دفترچه که میاد تازه میبینی که مثلا خدای نکرده ظرفیت نداریم، چیکار کنیم. به خاطر همین من گفتم جناب آقای محترم، خانم محترم، دوست عزیز من کوچیک شما، گفتم کنکور اردیبهشت ماه رو هم سراسری بنویس، هم فرهنگیان بنویس، تیر ماه رو هم سراسری بنویس، میشه 3 تا. من 100 بار تو ویدیوها گفتم، ویدیوی اختصاصی هم براش درست کردم، دیگه چقدر بگم. فرهنگیان اومد و تو اصلا شهرتون ظرفیت نداشت، تو اصلا خدای درسا، فرهنگیان ظرفیت نداره، چیکار میخوای بکنی؟ کنسل کنی درسو؟ من به خاطر همینه میگم اگه نشد یه پلن بی داشته باشی، یه کنکوری که ذهنش خوب کار میکنه، کسیه که میدونه که یه پلن بی باید داشته باشه. میدونم هزینه ها بالاست، 200,000 تومان بیشتر باید پول بدی، ولی خب بحث آیندته، بحث اینه که تو از 18 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی تا 90 سالگی روی همین کنکور تعیین میشه. برای 200,000 تو اصلا قرضش کن، متوجهی؟ که تموم شد، اگه فرهنگیان اصلا ظرفیت نبود بتونی اردیبهشت و سراسری تو بدی، خب تیر ماه هم سراسری تو بدی. دو تا در واقع راه بزرگ، دو تا آپشن بزرگ جلوت قرار داده شده، هر کدوم ترازش بیشتر بود برات حساب میشه و یه شانس خیلی بزرگی به زندگی اصلا وارد میشه. فرهنگیان رو کنار میذاری میای سراغ سراسری ها. این اشتباه رو بچه اگه کردید، امیدوارم که توی دفترچه فرهنگیان برای شهرتون ظرفیت باشه، امیدوارم. این مورد رو هم حتما در نظر بگیرید که اگه ثبت نام نکردی برای سراسری توی اردیبهشت ما، حتما دیگه برو برای تیر ماه ثبت نام بکن. گفتم تیر ماه ثبت نامش یا توی فروردین اتفاق میفته یا یکم جلو عقب، که من خودم اطلاع رسانی میکنم، نگران هیچی نباشید. برای بچهای سراسری هم که هیچ مشکلی نیستش، حتما بچه های سراسری سعی بکنن که 2 تا کنکور رو بنویسن، تیر ماه رو هم بنویسن. خدای درس خوندن باشی، چه جز شاگردای من باشی چه جز شاگردای من نباشی، خدای درس خوندن باشی. تیر رو ننویسی، یک نفر با سطح 20% از تو پایین تر می نویسه و قبول میشه. اینو ببین کی بهت گفتم. فردا نیای بگی چرا تهران نیاوردم، چرا شهرمون رو نیاوردم، چرا فلان. من دارم خودم رو اینجا میکشم، میگم آقا اینو، این کارو بکن، این کارو بکن. دمتون گرم.